سلام مردم خبری های عزیز، بخش خبرهای خارجی ساعت 10 رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. روز استیضاح دلغک، جلسه محاکمه سومین رئیس جمهوری که در تاریخ آمریکا استیضاح میشه به اتهام سوء استفاده از قدرت امروز برگزار میشه. ترامپ متهمه که در تابستان گذشته در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین او رو تحت فشار قرار داده تا درباره فعالیت‌های اقتصادی پسر جو بایدن در اون کشور تحقیق کنه. ترامپ در توییتر نوشته فرایند استیضاح بیشتر شبیه شوخیه. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم در مصاحبه‌ای خطاب به ترامپ گفته تو برای همیشه استیضاح شدی، مهم نیست نتیجه مجلس سنا چیه، این استیضاح هرگز از کارنامه تو پاک نمیشه. خب برای ترامپ دیکتاتور که همیشه قلدر معابانه با مسائل روبرو شده خیلی سخته که در جلسه محاکمه و استیضاحش حالا باید پاسخگو باشه. ترامپ از دموکرات‌ها به خاطر رعایت نکردن عدالت در روند استیضاح هم شدیداً انتقاد کرده. درست یک روز پیش از آغاز رسمی محاکمه استیضاح ترامپ در مجلس سنا، رئیس جمهور آمریکا از دموکرات‌های کنگره به خاطر رعایت نکردن عدالت در روند استیضاح انتقاد کرد. خبر بعدیمون رئیس جمهور اوکراین هست که گفته ایران به تعهداتش درباره هواپیما عمل کرده. زلنسکی در دیدار با وزیر راه ایران گفته که ایران به اون چه جهت تحقیق درباره دلایل بروز این حادثه وعده داده بود عمل کرده. اصل همه اون چه دربارش با رئیس جمهور ایران صحبت کرده بودیم انجام شد. اما آقای اسلامی وزیر راه ایران هم در کیف گفته که جمهوری اسلامی ایران درباره مسئله سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین به تعهدات خود عمل کرده. با هم صحبت آقای اسلامی رو ببینیم. با سفر به کشور اوکراین بنده حامل پیام تسلیت جناب رئیس جمهور بودم برای رئیس جمهور محترم اوکراین، دولت و مردم اوکراین. این پیام رو بنده در جلسه و ملاقات دو ساعته‌ای که با جناب رئیس جمهور داشتم تقدیم کردم. مباحث گوناگونی پیرامون شرایط بررسی سانحه اقداماتی رو که تاکنون صورت گرفته و اقدامات پیش رو رو مطرح کردیم. در این جلسه مقامات مختلفی از کشور اوکراین حضور داشتن. موضوعی که بهش پرداخته شد این بود که خب بر اساس گفتگوهای تلفنی که دو رئیس جمهور با هم داشتن ایران به اون تعهدات خودش عمل کرده و خیلی تشکر میکردن از حسن همکاری جمهوری اسلامی ایران و بر اینکه این فرایند بایستی توسط دو کشور پیوسته دنبال بشه و جمع‌بندی و نتایج نهایی اون به صورت شفاف منتشر بشه این رو تاکید داشتن. ما در این ملاقات همچنین این برنامه رو و این ادامه راه رو که پس از این فرایند ما بتوانیم روابط دو کشور رو توسعه بدیم هم توافقاتی رو داشتیم. همچنین من امروز با وزیر محترم امور خارجه اوکراین و وزیر محترم زیر ساخت که حوزه حمل و نقل هم تابع مسئولیت ایشون بود جلسات مستقلی رو برگزار کردم. در این جلسات هم ضمن ابراز رضایت از روندی که انجام شده تأکید شد که بررسی سانحه همچنان به همین شیوه به صورت مشترک توسط هیئت‌های ایرانی و اوکراینی انجام بشه و فرایند رو طی بکنه و نتایج اون به صورت شفاف اطلاع رسانی بشه. که آقای عراقچی گفته که در صورت تکرار اقدامات سفیر انگلیس به تذکر بسنده نمی کنیم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفته که سفیر انگلیس رو احضار و برخورد تندی با او کردیم و در بیانیه وزارت امور خارجه هم تاکید شده در صورت تکرار این گونه اقدامات دیگر به احضار بسنده نخواهد شد. با هم صحبت های عراقچی رو ببینید. سفیر رو احضار کردیم.
بعد از اون هم وزارت امور خارجه بیانیه داده و در اون بیانیه اگر سطر آخرش رو دقت بکنید ما تاکید کردیم که اگر چنین اقدامی تکرار بشه دیگه فقط به اعلام بسنده فکر کنم پیام بسیار روشنی طرف انگلیسی در خصوص نظام نامفرد داده همین صفحه برمیگردم توی کشور دوباره فعالیت کنه سفارت کنه ایشون از کشور خارج شده خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان و وضعیت خیابون‌های این کشور رو ببینید. روسیه اعلام کرده آمریکا درباره برنامه غنی‌سازی ایران به تحریف واقعیت پرداخته. وزارت خارجه روسیه در بیانیه به شدت از ادعاهای برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره معیارهای سازمان ملل که ایران را از فعالیت‌های غنی‌سازی منع می‌کنه انتقاد و اون را اسطوره‌سازی و تحریف واقعیت توصیف کرده. خبر دیگر این که آقای ظریف گفته پرونده ایران به شورای امنیت بره خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیره. وزیر امور خارجه به تصمیم اخیر اروپایی‌ها درباره برجام اشاره کرده و گفته گام‌های کاهش تعهدات ایران تمام شده، اما اگر اروپایی‌ها به رفتار بلاوجه خود ادامه بدن یا پرونده ایران رو به شورای امنیت بفرستن، موضوع خروج ایران از NPT پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مطرح میشه. خبر بعدی، سفر آقای ظریف به اجلاس مهم داووس سوئیس هم لغو شده و آقای موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه علت لغو این سفر رو به خاطر تغییرات یک طرفه در برنامه‌ریزی که از قبل مورد توافق قرار گرفته بود عنوان کرده. خبر دیگر این که آقای محمد توفیق علاوی نخست وزیر جدید عراق شده. ایرنا گزارش داده برخی منابع مسئول و رسانه‌ای از معرفی محمد توفیق علاوی سرانجام پس از هفته‌ها کش و قوس به عنوان نخست وزیر جدید عراق خبر دادند. علی الشکری محمد توفیق علاوی همون خبر قبلی هستش، بله، برای آقای علاوی و مصطفی الکاظم سه گزینه اعلام شده به برهمساله جهت معرفی نخست وزیر جدید عراق بودند. علاوی از سال 2003 به بعد دو دوره نماینده مجلس عراق بوده، همچنین در دولت نوری مالکی وزیر ارتباطات بود. نخست وزیری علاوی انتقالی و محدوده و در این مدت باید بسترهای برگزاری انتخابات زود هنگام عراق را فراهم کنه. عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق حدود دو ماه پیش به دنبال افزایش اعتراض‌ها در شهرهای مختلف این کشور از سمت خود استعفا داد. دولت او تا تعیین نخست وزیر جدید دولت پیشبرد امور نام گرفت. خبر بعدی این که دنیا چند میلیاردر داره. بنیاد آکسفام در گزارش جدید خود به بررسی وضعیت توزیع ثروت در سطح جهان پرداخته و نوشته در حال حاضر 2153 تن با ثروت 1 میلیارد دلار یا بیشتر در جهان وجود دارند که مجموع ثروت اونها معادل مجموع ثروت 4.5 میلیارد انسان. شمار میلیاردرها تا پایان سال 2019 نسبت به یک دهه قبل دو برابر افزایش پیدا کرده، اما همزمان با اون نابرابری هم افزایش پیدا کرده تا جایی که ثروت 1% ثروتمند جهان اکنون دو برابر ثروت حدود 7 میلیارد انسانه. و خبر آخر، جمع بدهی‌های جهان چقدره؟ روزنامه کالکاست در گزارشی به نقل از مؤسسه مالی بین‌المللی IIF خبر داده اگر بدهی‌های جهان رو بر 7 میلیارد و 700 میلیون
7.7 میلیارد جمعیت جهان سرشکن کنیم، هر انسان زنده در حال حاضر 32500 دلار بدهکاره. بدهی‌های بین‌المللی تا پایان سه ماهه سوم سال 2019 بیش از 253 تریلیون دلاره که معادل 3.2% از تولید ناخالص جهانه. خبر آنلاین این خبر رو منتشر کرده. با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.